سلام، همراه بی بی سی فارسی هستید و این صفحه دوی آخر هفته است. در هفته ای که نوید افکاری به خاک سپرده شده، اما آنچه در ساعات پایانی زندگی او بر او رفت هر روز از جنبه تازه در خبر هاست. در حالی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکید می کند به جای کلمه اعدام از عنوان قصاص درباره اجرای حکم او استفاده شود، کسانی هستند که حالا درباره اینکه او به دار آویخته شده باشد مشکوکند و فکر می کنند ممکن است که او بعد از مکالمه تلفنی با برادرش در زندان به قتل رسیده. بعد از پخش صدای تماس تلفنی او با برادرش در ساعت 11:23 شب قبل از اینکه خبر اعدام او منتشر شود، سوالات جدی درباره رویدادهای آن شب در زندان عادل‌آباد شیراز مطرح است. یکی دو روز بعد دادگستری استان فارس گفت که این تماس همان تماسی است که معمولاً به محکوم به اعدام قبل از اجرای حکم می‌دهند و متن صورت جلسه ای را منتشر کرد که عده‌ای همان را امضا کردند، اما روشن نیست این افراد به جز یکی دو نفر چه کسانی هستند و همین سند هم با تناقض‌هایی روبروست. اطلاعات جدید که دادگستری استان فارس منتشر کرده نه تنها ابهامات را برطرف نکرده که به آنها افزوده. در این برنامه صفحه دو، اول قصد داریم تا جایی که ممکن است بفهمیم برای نوید افکاری چه اتفاقی افتاده. غیر از پرونده کیفری، در پرونده‌های دیگری که او متهم بود چه گذشته؟ و در بحث تحلیلی امشب ببینیم مجاب نشدن بخش بزرگی از افکار عمومی درباره گناهکار بودن او چه تأثیری بر رابطه حکومت جمهوری اسلامی و مردم ایران دارد. در برنامه امروز مهمانان زیادی داریم. همکارم فرنوش امیرشاهی اینجا در استودیوس. فرنوش جزئیات پرونده رو خونده و ما رو در اطلاع درباره اون مطلع میکنه. زرتشت احمدی راقب فعال سیاسی از تهران با ماست که نظر او رو خواهیم پرسید. آقای احمدی راقب یکی از کسانی است که نامه 14 نفر برای استعفای آقای خامنه ای رو امضا کرد. کاوه کرمانشاهی فعال حقوق بشر از برلین با ماست. سعید مدنی جامعه شناس و نویسنده کتاب علیه اعدام هستند از تهران با ما. این کتاب هیچ وقت اجازه توزیع در ایران نگرفت. و مهدی خلجی پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه از واشنگتن. خوش آمد میگم به همه مهمانان این برنامه. قبل از همه میخوام از فرنوش که پرونده رو خونده جزئیات بیشتری میدونه به ما بگه که اون دو پرونده دیگری که مطرح بوده به غیر از پرونده کیفری رو ما چه چیزهای بیشتری در موردش میدونیم در مورد آقای افکاری. فرناز، کلاً پرونده برادران افکاری جزو پرونده‌هایی هست که هرچه دستگاه قضایی بیشتر تلاش می‌کنه این پرونده رو ببنده، سوال‌های بیشتر و ابهامات بیشتری ایجاد می‌کنه و یه پرونده جدیدی باز می‌کنه که با سوال‌های متعدد داره قطورتر میشه. در مورد نوید افکاری ما با سه پرونده مواجه هستیم. یکیش همین پرونده مربوط به قصاصه که بعد از بازداشتش تشکیل شده برای او و برادرانش، و پرونده دیگه وجود داره که اون هم باز در شعبه دیگری از دادگاه کیفری استان فارس برای اینها تشکیل شده. این پرونده شاکی خصوصی داره، افرادی معترض شدن که این برادران گفتن ادعا کردن که اونها رو در جریان اعتراضات کتک زدن، ولی وقتی که کیفرخواست و حکم دادگاه رو میخونیم میبینیم که بیش از 20 عنوان اتهامی دارن که این عنوان ها بیشتر امنیتیه تا اینکه مربوط به شاکی خصوصی باشه. این پرونده هنوز مفتوحه، براش رأی نهایی صادر نشده. در اواسط سال 98 هم یک پرونده در دادگاه انقلاب برای اونها تشکیل شد که همین پرونده مربوط به محاربه است به دلیل شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 که این پرونده هم هنوز نهایی نشده. به نظر میاد که قوه قضاییه در واقع بیشتر تمام هموغم خودش رو گذاشته روی پرونده قصاص. ما هیچ چیزی از جزئیات دو پرونده دیگه نمیدونیم، هیچ چیزی منتشر نشده، روال دادگاه به چه شکل بوده، دفاعیات چگونه بوده، وکیلی حضور داشته یا نه، ما اینها رو به هیچ وجه نمیدونیم، هیچ خبری از اونها نیست. اما در مورد پرونده قصاصش هم که چند ماه تازه تونستن این امکان رو داشتن که وکیل تعیینی بگیرن و اونها اطلاع رسانی
کردیم اطلاعات داریم. به نظر میاد انگار قوه قضاییه به دنبال اجرای حکم قصاص بوده و برای اینکه بتونه این حکم رو اجرا بکنه به دنبال توجیه کردن تصمیم خودش بوده و سعی میکرده که دقت کنید که شفافیتی به خرج نداده، اسناد و مدارکی رو ارائه نکرده، تنها داره با بیانیه‌هایی که صادر میکنه این حکم و این تصمیم رو سعی میکنه به نوعی توجیه بکنه که چرا چنین تصمیمی رو گرفته. این پرونده قصاص همونی هست که ما صدای نوید افکاری رو از بخشای از اون دادگاه شنیدیم، در اونجایی که دادگاه رو به چالش میکشه، میگه شما فیلم درست پخش کنید ببینیم که چیه در اون فیلم چی میگذره. جای این صدا او میگه من بیگناهم و روشن میکنه که قبول نداره این موارد اتهامی رو. اما یک میدونیم که به هر حال در مورد اونها خیلی روشن نیست که چجوری قوه قضاییه در نهایت تصمیم گرفته که حکم اعدام بده و بازبینی دوباره پرونده هم در دیوان عالی رد شده ظرف 3-4 روز. بحث دیگه بحث این هست که در شب اعدام چه گذشته. انتقادهای زیادی الان مطرح هست، کسانی هستند که باور دارند که این اتفاق نمیتونه اصلا اعدام باشه، ممکنه که او در زندان کشته شده باشه. به ما بگو که اونها بر چه اساسی چنین فکری رو مطرح میکنن؟ آیا میدونیم؟ به هر حال پرونده های قصاص پرونده هایی هستند که یک پروسه و تشریفات مشخصی دارن و روال طولانی عموما دارن، اینطور نیست که زود به نتیجه برسه. عموما قضات اجرای حکم قصاص سعی میکنن که این پرونده ها رو هر چه میتونن طولانی تر کنن، به دلیل اینکه بتونن یا رضایت شکات پرونده رو بگیرن و یا اینکه این فرصت رو برای محکومان به قصاص فراهم بکنن که از فرصت عفو برخوردار بشن. روال طولانی و چند ساله داره و همینطور تشریفات بسیار مشخصی داره در قانون مجازات اسلامی. مثلا اینکه اولا قاضی اجرای حکم باید استیزان بگیره، یعنی اینکه رئیس قوه قضاییه باید اجازه بده که این حکم اجرا بشه. ما نمیدونیم که آیا این اجازه گرفته شده یا نه. دوم اینکه در این قانون آمده که باید وکلای متهم، کسی که حکم قصاص برش صادر شده و خود شخصی که محکومه، باید 48 ساعت زودتر قاضی اجرای حکم اونها رو در جریان قرار بده که اگر میخوان ملاقاتی بکنن، اگر میخواد وصیتی بنویسه، یک شخصیت مذهبی باید بیاد بره با اون صحبت بکنه. اینطور که خانواده نوید افکاری میگن و وکلای او اعلام کردن، هیچ کدوم در جریان نبودن. در صدایی هم که از او پخش شده از شب آخر اصلا به نظر نمیاد که او در جریان باشه که قرار چنین اتفاقی. درسته، این در واقع فایلی منتشر شده که نشون میده اون ساعت حدود 11 و خورده شب که 11:20-25 دقیقه شب که داره با برادرش صحبت میکنه. و نکته جالب اینه که در بیانیه توضیحی دادگستری استان فارس این ساعت 10 و خورده اعلام شده. اینها با هم تناقض داره. این هم داره میگه که ما قراره به تهران منتقل بشیم و به نظر نمیاد که مطلع باشه. نکته دیگه اینه که اولیای دم، کسانی که شکات پرونده هم هستن، اونها هم باید در جریان باشن. اما یکی از نزدیکان خانواده افکاری به ما گفت که ظاهرا این خانواده در زمان اجرای حکم حضور نداشتن. چنین خلأهایی، چنین سوالهایی، همینطور هم خانواده مقتول هم ظاهرا روشن نیست که آیا بودن یا نه، هنوز نمیدونیم. همین یک از نزدیکان خانواده افکاری همین رو گفته که خانواده شاکی پرونده که در واقع خانواده حسن ترکمان بودن و قوه قضاییه اصرار داره که به خواست اونها حکم قصاص رو اجرا کرده، ظاهرا اونها هم به گفته این خانواده نوید افکاری در زمان اجرای حکم حضور نداشتن. یعنی هیچ کدوم از شرایط قصاص انجام نشده. در این حال در اون تماس آخر نوید افکاری اسم کسی رو میاره که میگه رئیس گارد زندانه و اون ما رو کتک زده و این شایبه رو در میان بعضی از فعالان حقوق بشر ایجاد کرده که نکنه که به دلیل آوردن این اسم اتفاقات دیگر افتاده که ما نمیدونیم و اصلا نمیتونیم تایید بکنیم و کسی پاسخگو نبوده تا به لحظه. متشکرم فرانوش، با ما بمون. امروز مراسم هفتم نوید افکاری در همون مزارش برگزار شده. اجازه بده ما تصاویری رو از برنامه امروز در واقع در مزار نوید افکاری ببینیم، برمیگردیم به ادامه این بحث. ماشین قهرمان مملکت سرایت میرن آخوندهای دوست و آرادگرد میرن
تصاویری بود از مزار نوید افکاری در مراسم شب هفت او که برگزار شده. اجازه میخوام زرتشت احمدی راقب رو روی خط داشته باشیم. آقای احمدی راقب از کسانی هستند که نامه 14 نفر رو برای استعفای آقای خامنه ای امضا کردن. آقای احمدی راقب، واکنشتون به اتفاقات یک هفته اخیر رو میخوام بدونم. به نظر شما اونچه که اتفاق افتاد چه تأثیری بر روابط جمهوری اسلامی و مردم ایران داره؟ شما عرض کنم که به شنوندگان و بینندگان گرامی شما و مردم دردمند سرزمینم عرض کنم که این بحث نه به اعدام، اعدام بس است. عرض کنم که کارزار لغو اعدام، میدونید که از سالهای پیش این آغاز شد در نفی خشونت و اعدام هایی که متاسفانه بعد از 57 تا کنون خیلی اوج گرفته و خانم نرگس محمدی که اکنون در زندان زنجان هست بخشی از عرض کنم که حکمش رو به خاطر این کارزار و به خاطر نفی این خشونت داره. عرض کنم که شرایط امروز جامعه از نظر وضعیت ویران اقتصادی، عرض کنم که از نظر فرهنگی زوال اخلاقی به خاطر ناکارآمدی مدیریت ها که در این کشور بوده نزدیک به 42 سال، شرایط وضعیتی رو میطلبه که نیاز به یک عرض کنم که آرامش، نیاز به یک صبوری و مهربانی و نیاز به عدم خشونت در این جامعه هست. چرا که هر کدوم از این بحران‌های اقتصادی، عرض کنم که فرهنگی و اخلاقی، هر جای دنیا که پیش میومد، من مطمئنم که در ته 14 هر کشوری بود دچار فروپاشی شده بود. به هر روی این مردم و این سرزمین هستن به خاطر اون از کنم که تاریخ دیرینشون، فرهنگ دیرینشون، صبوری و بردباریشون، شرایط خاص جغرافیایی که بوده، این مردم تلاش داشتن با کمترین هزینه ها از کنم که از این بحران ها عبور کنن. متاسفانه این عدم اعتماد بین حاکمان و مردم شرایط رو طوری رقم زده که این بحران ها روز به روز افزایش پیدا میکنه و از این سم متاسفانه چنین وضعیتی که پیش میاد، مردم خوشبختانه با توجه به اینکه فناوری امروز ابزار ارتباطات پیشرفت کرده، آگاهی مردم، روشنگری ها بالا رفته و مردم نسبت به جان انسان ها حساس شدن، نسبت به جان همدیگه حساس شدن. وقتی که به هر عنوانی بحث اعدام و خشونت پیش میاد، مردم وارد صحنه میشن و میخوان نشون بدن که مخالف هستن با فضای خشونت، مخالف هستن با هر نوع پریشانی. آقای احمدی راقب، یه چیزی رو من بگم، یه مطلبی رو، و اینکه ما در طی این سالها دیدیم خودم در یعنی گروهایی از مردم از کنم که داوطلبانه تشکیل شدن میان و صلح و سازش انجام میدن، در درگیری های عرض کنم که بین خانواده ها که به حکم اعدام منجر شده، میان و سعی میکنن با این صلح و سازش ها
این آمار خشونت رو بیارن پایین. اما از این سمت ببینیم که از کنم که حکومت فکر میکنه که مردم وقتی میان از کنم که در نفی خشونت و اعدام پا در میدان میگذرن، اینا رو از کنم که رسانه هایی مثل مثلا بی بی سی، وی او ای، نمیدونم اینترنش، اینا داره القا میکنه. نه، این واقعا خاص مردم، یه خاص ملیه، یه مطالبه ملیه که میخوان این خشونت ها و این اعدام ها برچیده بشه از این سرزمین. چرا که از فردای 57 شروع شده و نتیجه اون ما میبینیم که همچنان ناکارآمدی هم بازدارنده نبوده که اعدام وقتی اتفاق میفته. ما در سایر کشورهای دنیا هم خیلی کم داریم اونو وقتی به کار میبرن که بازدارندگی داشته باشن. بله آقای احمدی راقب، من معذرت میخوام صداتون رو قطع میکنم، برای اینکه وقت کم هست من میخوام صحبتو ببرم سر موضوع اصلی. شما الان از در مرخصی زندان هستید، به خاطر نوشتن نامه برای استعفای آقای خامنه‌ای به زندان محکوم شدید، همینطور کسان دیگری که مثل شما اون نامه رو امضا کرده بودند. شما از این طریق اعتراض کردید، به زندان محکوم شدید، کسان دیگری در خیابان اعتراض میکنن، به زندان یا اعدام محکوم میشن. شما فکر میکنید که راه اعتراض به جمهوری اسلامی چه هست؟ شما در این سالها یا راه دیگری به ذهنتون میرسه برای اعتراض؟ عرض کنم که من خودم و دوستانمون که به عنوان فعالیت مدنی و فعالان مدنی، فعالان جنبش مدنی وارد، عرض کنم که این عرصه شدیم از سالها پیش، از به این نتیجه رسیدیم که بهترین فعالیت در جامعه مدنی هست که بشه عرض کنم که تعاملی رو ایجاد کرد، عرض کنم که شرایط رو از این گذر داد. من یه اشاره و اصلاحی بکنم که برای این پرونده‌ای که من در زندان بودم و مرخصی اومدم، مال سال 95، اون هم به خاطر اینکه من حمایت کردم از آزادی زندانیان سیاسی در اوین که در اعتصاب قضا بودن، از جمله آرش صادقی و زندیات سعید صیادی نصیر، 15 تا بودن. به خاطر اون و عرض کنم که نه به خشونت نه به اعدام، من زندان شد 9 ماه حبس گرفته بودم که به خاطر من این بار بردم. پارسال من به خاطر عرض کنم که اون امضای بیانیه 14، 4 ماه و نیم در عرض کنم که بازداشت موقت بودم و در زندان اوین بودم. ولی این پرونده، باز هم همه این پرونده، من 3 تا پرونده دارم که یکیش هم تو مهر ماه، اونم تبلیغ علیه نظامه. همه اینا تاکید عرض کنم که نهادهای قضایی عرض کنم که اهمیت اینه که من نه به اعدام میگم، عرض کنم که دفاع از حقوق بشر میکنم، عرض کنم که دنبال مطالبات مردم هستیم. و اینها به هر حال بر حاکمان خوش نیامده، اما من بهترین فعالیت و فعالیت در جامعه مدنی میدونم، به ویژه که ابزارهای ارتباطی امروز خیلی تنگاتنگ کرده این روابط مردم و صداها بلند میشه. متشکرم. زرتشت احمدی راقب، فعال سیاسی از تهران، با ما. آقای احمدی راقب پیش از اینکه فعالیت سیاسیشون تا این حد جدی بشه و به زندان میافتن آتش نشان بودن و الان همونطور که گفتن از فعالان ضد اعدام هستن. ممنونم که با ما همراه بودید. درود بر شما، سپاسگزارم. اجازه بدید که بحث رو با کاوه کرمانشاهی ادامه بدیم. آقای کرمانشاهی از فعالان حقوق بشر هستند، در حوزه بحث حقوق کردها بیشتر فعال هستند. آقای کرمانشاهی، ما میدونیم که اعدام‌های زیادی در میان زندانیان کرد بوده، ممکنه که واکنش‌ها رو، واکنش افکار عمومی رو در کردستان به ما بگید به این اعدام‌ها؟ چطور واکنش نشون دادن؟ همونطور که خودتون گفتین، ما آمار بالایی از تعداد اعدام‌های سیاسی در کردستان داریم که شاید بگم قابل مقایسه نیست به لحاظ تعداد با مناطق دیگه ایران. شاید مناطقی مثل اهواز و در رابطه با عرب‌ها یا بلوچ‌ها تقریبا شبیه باشه، ولی یک تفاوتی که فضای عمومی و افکار عمومی بعد از اجرای این اعدام‌ها در کردستان با مناطق دیگه وجود داره، به خصوص مناطق مرکز، حضور مردم و نشان دادن اون اعتراض به اجرای اون حکم هستش. یعنی در واقع خلق یک اعتراض و مقاومت از دل یک درد و رنج عمومی که به اشکال مختلف این رو طی سالهای اخیر مردم شهرهای کردستان نشان دادن، از جمله آخر در شهر
بعد از اعدام رامین حسین پناهی زانیار و لقمان مرادی که پروندهشون به سناریویی که براشون ساخته شد بسیار بسیار شبیه است به همین سناریویی که برای نوید افکاری ساخته شد، در شهریور 97 یک هفته بعد از این اعدام ها ما شاهد یک اعتصاب سراسری گسترده در بازارهای بسیاری از شهرهای کردستان بودیم. همین اتفاق بعد از اعدام فرزاد کمانگر و چهار نفر دیگه در سال 89 اتفاق افتاد. من میتونم باز هم مثال بیارم از اعتراض گسترده‌ای که به فاصله چند ساعت از اعدام احسان فتاحیان در آبان ماه سال 88 که در بهبوی جنبش سبز بود، مردم شهر سنندج، یعنی شهری که احسان فتاحیان در اونجا اعدام شد، به فاصله چند ساعت به خیابان‌ها اومدن و اعتراض خودشون رو به اجرای این حکم نشان دادن. و این سنت اعتراض عمومی بیشتر در قالب اعتصاب و تجمعات خیابانی که سابقه طولانی داره در کردستان، سابقه 40 ساله از آغاز حضور جمهوری اسلامی، در واقع این تفاوت رو به وجود آورده که ما میگیم در مقایسه با جاهای دیگر حضور حقیقی در خیابان‌ها در کنار اعتراضاتی که به اشکال متفاوت صورت میگیره، این حضور واقعی و حقیقی مردم در واقع خلق یک اعتراض هستش، خلق یک مقاومت هستش و اجازه ناامید شدن، چون که به هر حال بعد از هر کدوم از این اعدام‌ها ما نمیتونیم انکار بکنیم بعد روانیش میتونه یک افرادی رو برای کوتاه مدت حداقل ناامید بکنه از هر نوع مبارزه و اعتراضی، ولی این که به فاصله کمی ما اعتراض مجدد داشته باشیم، مقاومت مجدد داشته باشیم، در واقع جلوی اون ناامیدی در بین افکار عمومی و جامعه رو میگیره. صحیح. آقای کرمانشاه، یه بحث دیگه، بحث واکنش در جامعه بزرگتر در بقیه کشور هست نسبت به اونچه که مثلا در استانهای کردنشین اتفاق افتاده ظرف سالهای اخیر. بسیاری از پرونده های اعدام در منطقه مناطق کردنشین از طرف جمهوری اسلامی مربوط میشه به مثلا عضویت در گروه های مسلح و گفته میشه که اینها عضویت گروه های مسلح داشتن و پرونده محاربه بوده. آیا واقعا اینطور هست یا اساسا چطور کسانی هستن کسانی که اعدام میشن؟ میدونم که مثلا در بسیاری از موارد میشناسیم کسایی که اعدام شدن اساسا معلم بودن مثلا یا اساسا دسترسی به سلاح نداشتن، ولی شما برای ما توضیح بدید. ببینید، اتهاماتی که همواره استفاده شده علیه فعالان کرد و منجر به صدور احکام سنگین از جمله احکام اعدام شده، در واقع همون اتهاماتی است که ما امروز در رابطه با نوید افکاری هم داریم می‌بینیم. و خوشبختانه با تأسف از اجرای حکم نوید افکاری، اما خوشبختانه در سوی دیگر قضیه این اتهامات مورد باور افکار عمومی قرار نگرفت در ایران، چه پیش از اعدام و چه حتی پس از اعدام، و مردم اعتراض کردن در حد بسیار گسترده، نمودش رو در شبکه‌های اجتماعی دیدیم. اما متاسفانه شبیه همین اتهامات که من اشاره هم کردم در صحبت‌های قبلی به عنوان مثال زانیار و لقمان مرادی، بسیار شبیه بود سناریویی که براشون ساخته شد در رابطه با اتهام قتل فرزند و برادرزاده امام جمعه مریوان که نهایتاً منجر به اجرای حکم اونها شد، شبیه بود با همین سناریویی که برای نوید افکاری در واقع درست کردن. ولی در رابطه با کردهاش و عربها، بلوچها، متاسفانه افکار عمومی در ایران در مرکز اون باورناپذیری و عدم اعتمادی که به سیستم قضایی ایران و اتهام هایی که مطرح میشه علیه فعالان در رابطه با فعالان مرکز دارن، در رابطه با کردها، عربها، بلوچها این رو ندارن. ما متاسفانه همدلی کمتری میبینیم، متاسفانه اعتراض کمتری میبینیم، و همین ها باعث شده که اتفاقا دست حاکمیت در ساختن اون پروپاگاندایی که علیه مبارزات مردم کرد، عرب یا بلوچ یا اقلیت‌های دیگه در ایران میکنه بازتر باشه، شدت و آمار اعدام‌ها در این مناطق بیشتر باشه، چون که این اطمینان رو داره اون اعتراض‌های گسترده‌ای که ما امروز می‌بینیم به عنوان مثال در رابطه با نوید افکاری، اگر در رابطه با یک کرد، عرب یا بلوچ باشه، این در سطح سراسری ایران بسیار کمتر هستش. بله. و متاسفانه گفتم در نتیجه پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی 42 سال هستش علیه کردها، علیه فعالیت‌های سیاسی در کردستان می‌کنه، متاسفانه روی ذهنیت افکار عمومی تأثیر گذاشته. و این بحث تمامیت ارضی هم که همیشه یکی از نقاط حساسیت برانگیز هست،
مطرح میشه از طرف حاکمیت، دامن بهش زده میشه و این باعث میشه که متاسفانه در بعد وسیع‌تر در سراسر ایران ما کمتر شاهد این همدلی ها و همراهی ها و اعتراضات باشیم نسبت به اعدام اقلیت ها در ایران. ممنونم آقای کرمانشاهی. کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر از برلین با ما. فرنوش، به تو برمیگردیم. یک سوال دیگر رو هم از تو بپرسم. چرا علی‌رغم تمام این ابهامات قوه قضاییه به نظر میاد که اصرار داشته که این حکم اجرا بشه و اصلا تمام راه‌هایی که میشد این حکم رو حداقل به تعویق انداخت انگار بسته بود؟ قبل از اینکه این سوالت رو جواب بدم، بذار به این چند تا ابهامی که خودت اشاره کردی در پرونده اشاره بکنم، اینا رو باز بکنیم، شاید بد نباشه که در موردش صحبت بکنیم. من پرونده رو که نگاه می‌کردم، یک سری ادله رو چه دادگاه بدوی و چه دادگاه در واقع دیوان عالی کشور نادیده گرفته. یکی از این موارد یک موتورسیکلته که در پرونده به عنوان وسیله ارتکاب قتل ازش یاد شده. همسر مقتول حسن ترکمان گفته که یکی از همسایه‌ها اومده گفته یک موتور با دو سرنشین همسرش رو به قتل رسوندن و شماره اون رو هم برداشته بود. این شماره رو اداره آگاهی اومده بررسی کرده و مالک موتورسیکلت رو پیدا کردن. یک مالک حقیقی داشته که خانواده افکاری نبودن مالک آنها این موتورسیکلت. مالک اومده موتورش رو شناسایی کرده، گفته بله این موتور منه، بجز من 3 نفر از شاگردان من هم از این موتور استفاده میکنن گاهی اوقات و من و این 3 شاگرد هستیم. دادگاه در کمال تعجب اومده موتور رو یک روز بعد تحویل داده به مالک و در ادامه روند بررسی دادگاه اصلا این موتورسیکلت رو از بررسی پرونده کنار گذاشته. یعنی یکی از ابزار ارتکاب قتل رو نادیده گرفته. نکته دیگه فیلمی هست که مطرح میشه. به دوستان نوید افکاری فیلم رو نشون دادن که اتفاقا اون فیلم رو ما در اعترافاتی که در تلویزیون پخش شد هم دیدیم که داره جلوی یک سوپرمارکت رو نشون میده که یک فردی که این شاهد دوستان نوید افکاری اومدن و گفتن میتونه این نوید افکاری باشه، داره با موبایل از جلوی یک سوپرمارکت رد میشه. این سوپرمارکت سوپرمارکتیه که در خیابان داریوش این شهر قرار گرفته و اون مکانی نیست که قتل انجام شده، چندین کیلومتر فاصله داشته و به گفته وکیل نوید افکاری 1 ساعت هم قبل از وقوع قتل بوده. بعدها شاهدها اومدن در این پرونده گفتن که این فیلمی که به ما نشون دادین فیلم مکان قتل نیست و ما فقط این در این مکان نوید رو شناسایی کردیم، در نتیجه این چیز رو ثابت نمی‌کنه از قتلی که انجام گرفته و اومدن اصلاح کردن شهادتشون رو. دادگاه این موضوع رو هم دوباره بهش توجه نکرده. در یکی از این فایل‌های صوتی از دادگاه نوید افکاری یک جایی داره میگه بابا این فیلم رو که استناد میکنید بهش که من و یا برادرم مرتکب قتل شدیم نشون بدین و اگه فکر میکنین من نباید ببینم من از دادگاه خارج بکنین به بقیه نشون بدیم. دادگاه این فیلم رو نشون نداده. نکته دیگر اینه که چه در دادگاه بدوی و چه در دیوان عالی کشور به شهادت یک شاهدی استناد شده و بر مبنای اون حکم داده شده که این شاهد بعداً شکایتش رو شهادتش رو پس گرفته. این شخص گفته که منو بازداشت کردن در انفرادی، ممنون ملاقات، ممنون تلفن، به خاطر ترس و وحشتی که داشتم یک سری ادعاهایی کردم که درست نبوده و من اینو پس میگیرم. در ضمن من اصلا وحید افکاری رو نمیشناسم. تا زمان دادگاه برادر نوید افکاری تا زمان دادگاه ندیده بودمش، ولی دادگاه باز این رو هم نادیده گرفته. و نکته جالب اینه که دیوان عالی کشور باز هم به استناد همین شهادتی که پس گرفته شده رأی اعدام داده. و یک غایب بسیار بزرگ این پرونده اینه که انگیزه قتل چه بوده. نه در روند بررسی این دادگاه، نه در واقع کیفرخواستی که صادر شده، حکمی که صادر شده، اصلا هیچ جا مطرح نشده که انگیزه قتل چه بوده. و برادران افکاری در فایل‌های صوتی متعددی که منتشر کردن مطرح می‌کنن که ما اصلا قاتل مقتول حسن ترکمان رو نمیشناختیم و اصلا نمیدونیم این کیه، قتلی مرتکب نشدیم، زیر شکنجه اعتراف کردیم. این مورد هم نیومده و در نتیجه شما میبینید که یک سری استدلال های حقوقی بسیار مشخصی رو در صدور حکم نادیده گرفتن. خب با همه اینها خیلی کوتاه اگه بگی روشن هست که چرا با این اصرار قوه قضاییه رفته به سمت اجرای حکمی که به نظر میاد که
خیلی ها رو مجاب نکرده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی یکی از بسته‌ترین نهادهای حاکمیتی در ایرانه. به هر حال رئیسش توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشه، به هیچ نهادی هم پاسخگو نیست. قوه قضاییه همون قوه قضاییه است که در دهه 60 میتونه دست به اعدام‌های متعدد بزنه و اون زمان انکار کنه، ولی الان به دلیل فشارهای شبکه‌های اجتماعی تنها میاد و توجیه میکنه. اما این توجیهی که میکنه برای این نیست که در واقع بخشی از افکار عمومی که معترض این اعدام‌ها هستند رو بخواد قانع بکنه، بلکه برعکس میخواد که اون بخشی از افکار عمومی رو که در واقع بدنه حامیان حکومت هستن، به اونها احتیاج داره، زمان سرکوب باید از اونها بیاد استفاده کنه، زمان رأی دادن باید اونها رو بسیج بکنه و به حضور اونها و اعتماد اونها احتیاج داره، میخواد که این بخش رو قانع کنه که به هر حال یک خونی ریخته شده و ما به خاطر اون که کسی کشته شده این افراد رو محاکمه میکنیم. این در مورد بعضی از معترضان سیاسی دیگه هم ما دیدیم که اتفاق افتاده. من ممنونم از تو فرنوش. هنوز همراه ما هستند آقایان خلجی و آقای مدنی. عذرخواهی میکنم که مدت طولانی مجبوریدید که به صحبت‌های ما گوش کنید. در مورد جزئیات پرونده میخواستیم به بینندگان یک در واقع آشنایی بیشتری بدیم. آقای مدنی، میخواستم برداشت شما رو بدونم از اونچه که اتفاق افتاده. شما در جامعه ایران زندگی میکنید، آیا اطراف شما به نظر میرسه که مردم راضی یا مجاب به قول معروف شده باشن از اونچه که در این پرونده گذشته؟ اجازه بدید که در مقدمه تسلیت بگم به خانواده پهلوان نوید افکاری، به ویژه مادر داغدیده و آرزوی آزادی دو فرزند دیگر ایشون. راستش اجازه بدید این پاسخ به سوال شما رو با یک به اصطلاح موضوعی به شروع بکنم، اونم این که آیه طالقانی، تقریبا مرحوم آیت الله طالقانی، حدود دو هفته سه هفته بعد از اینکه انقلاب پیروزی رسید در سال 57 یه بازدید از زندان اوین داشت و در اون بعد از این بازدید مصاحبه ای کرد. در اون مصاحبه میگه که اگر این دیوارها زبان داشتند چه فجایعی را برای ما تعریف میکردند. و بعد در پاسخ به این سوال که به نظر شما آینده زندان و زندان اوین در جمهوری اسلامی، جمهوری تازه تأسیس، چه خواهد شد، گفت اسلام برای آزادی مردم آمده است و اصلاً در اسلام چیزی به نام زندان وجود ندارد. در صورت استقرار اسلام مردم برای ابراز نظر و عقیده منعی ندارند. انقلاب ما برای همین بود که فضای سیاسی باز شود و مردم بر سرنوشت خود حاکم باشند و در بیان عقاید خود آزاد باشند. خب با چنین چشم‌اندازی یک ملتی وارد یک به اصطلاح براندازی یک نظام و جایگزین نظام دیگر شد، بنابراین با همین معیارها هم رفتار و در واقع عملکرد اون نظام رو بررسی و وارسی میکنه. طبیعتاً بر اساس من، بدون اینکه بخوام که به طور خاص نظرات اطرافیانم رو بگم، میخوام بگم که مطالعات جامعه در سطح ملی نشون داده که از سالها قبل، یعنی در واقع میشه گفت که از دهه دوم پس از انقلاب، روند سرمایه اجتماعی در ایران کاهش پیدا کرده و اعتماد نسبت به نظام سیاسی کمتر و کمتر شده. این رو مطالعاتی نشون میدن که کاملا توسط مؤسسات رسمی به اصطلاح انجام شدن و این مطالعات منتشر شده، تماما نشون میده که اعتماد نسبت به کل نظام، نسبت به نهادهای اون، نسبت به سازمانها و دستگاهها تماما رو به افول بوده. اینقدر که این مطالعات اخیر دیگه من امکان انتشارش نبوده، در حالی که مطالعه شده، ولی اینقدر نتایج در واقع ارزیابی منفی مردم را از وضعیت موجود نشون میده که قابل انتشار نبوده. و یکی از مهمترین عوامل این رفتارهایی که در واقع کل نظام حکمرانی در ایران انجام میده و موجب شده که این بی‌اعتمادی بیشتر بیشتر بشه. بنابراین در پاسخ به سوال شما، نه، میشه گفت که نظام سیاسی در ایران الان اصلا در جایگاهی نیست که بتونه که متقاعد سازی بکنه، چه رسد به این که رفتاری باشه که سرشار از شبهه باشه، مثل اعدام نوید افکاری. آقای خلجی، نظر شما چیه؟ آیا فکر میکنید اساسا جمهوری اسلامی در مقطعی که الان درش قرار داره
محلی از اعراب برای مجاب کردن افکار عمومی قائل هست؟ جمهوری اسلامی یک روندی رو که از مدت‌ها پیش، از سال‌ها پیش آغاز کرده بود داره ادامه میده. طی این روند به سمت اقتدارگرایی بیشتر پیش میره. این رو شما از انتخاباتی که برگزار میکنن هم میبینید. قبلا انتخاباتی که برگزار میشد خیلی تلاش میکردن که حداقل سطح یا درجه کسانی که شرکت میکنن بیشتر از 50% باشه، یعنی 50% بیشتر از کسانی که میتونن رأی بدن در انتخابات شرکت کنن، به دلیلی که میخواستن وجاهت و مشروعیت دموکراتیک برای خودشون کسب کنن. اما در انتخابات اخیر مجلس دیدیم که نه، براشون دیگه مهم نیست، حتی همین مشروعیت دموکراتیک ظاهری که خب البته معنی نداره در جمهوری اسلامی، این هم دیگه براشون مهم نیست، یعنی نمایش دموکراتیک هم دیگه نیاز ندارن انجام بدن. طبیعتاً شما می‌بینید که از این داستان گرفته تا بقیه داستان‌ها مثل انداختن هواپیمای اوکراینی و مسائل دیگه، ارتباطی بین حکومت و مردم وجود نداره دیگه، یعنی حکومت دیگه کامیونیکیت یا ارتباط برقرار نمی‌کنه با جامعه دیگه. حرف اینو میگید آقای خلجی، خیلی های دیگه هم چنین نظری دارن، ولی از یه طرف دیگه هم می‌بینیم که قوه قضاییه اصرار داره که این اعدام نبود، یعنی که ما یک فعال سیاسی رو اعدام نکردیم، یک معترض رو اعدام نکردیم، این پرونده قصاصه. دیدید بارها این رو تکرار می‌کنه. فکر می‌کنید چرا لازم می‌بینه که از این منظر وارد بشه؟ این بیشتر به دلیل اینه که اون بخش وفادار به نظام، اون بسیجیایی که میان توی خیابون، اون سپاهی ها، روحانیت در قم، کسانی که به جمهوری اسلامی اعتقاد دارن و اعتماد دارن، اونها پرسشی در ذهنشون به وجود نیاد. و بنابراین وقتی که یک همچین چیزی اتفاق میفته و رسانه های خارج از کشور همه پوشش میدن این رو و مردم همه ناراحتن در مورد این موضوع، اینها بتونن جوابی داشته باشن و در برابر مردم اینا بتونن در حقیقت از خودشون محافظت کنن، از رابطهشون با حکومت محافظت کنن. متوجهم. آقای مدنی، شما کتابی دارید در مورد اعدام، اجازه بدید من اسمش رو دقیق بگم چون این کتاب هیچ وقت توضیح نشد، علیه اعدام. بحث این هستش که خیلی وقتها در میشنویم که برخی میگن که جامعه ایران اصلا اینطور نیستش که جامعه خلاف اعدام باشه. خیلی ها معتقدن، مثلا توی فضای مجازی همین روزها میبینید خیلی ها میپرسن اگر پدر خودت هم بود همین رو میگفتی، اگر برادر خودت هم بود همین رو میگفتی. واقعا برداشت شما چیه از جامعه ایران و فکر میکنید که این که قوه قضاییه نیست که بتونه اغلب افراد رو مجاب بکنه که احکامش بی‌طرفانه است، چه تأثیری داره در نگاه مردم به این احکام؟ خب اولا شاید لازم باشه من اشاره کنم که اساسا روند گرایش افکار عمومی به ضد حکم اعدام در کشورهای دیگه هم یک روندی داشته. از ابتدا مثلا در اروپا موضع یا تمایل عمومی به لغو حکم اعدام نبوده، به تدریج در یک فرایند این اتفاق افتاده. بخشی از این فرایند اتفاقا حاصل موارد بوده که اعدام به صورت ظالمانه انجام شده و خطاهای مکرری وجود داشته یا اساسا به نوعی ابزار اقتدار نظام‌های سیاسی بوده. بنابراین جامعه ایران هم یک روندی رو طی کرده که اتفاقا از خلال این 3-4 دهه اخیر به تدریج این گرایش بیشتر و بیشتر شده. و اینکه یه مقدار عینی‌تر به اصطلاح اشاره بکنم، اشاره می‌کنم به یه تحقیقی سال 85 در یکی از دانشگاه‌های تهران از اساتید و دانشجویان خواسته شد که نظرشون رو راجع به مجازات لغو اعدام برای تمامی جرایم و مجازات جایگزین در نظر بگیرن. اون موقع یعنی سال 85 فقط 23.9 تا یعنی 24% دانشجویان موافق لغو اعدام بودن و در میون اساتید 41.2%. و البته بعدن به اصطلاح ازشون که سوال میشه که
مثلا بین بر حسب نوع مجازات ازشون سوال میشه در مورد به اصطلاح جرائم خیلی سخت مثل قاچاق انسان به منظور بهره کشی جنسی یا قاچاق مواد مخدر این گرایش بیشتر بوده، ولی در مورد مثلا اعدام زنان تنفروش، شرب خمر یا و موارد این خیلی این گرایش کاهش پیدا می‌کرده. از سال 85 تا امروز یعنی توی این 12-13 سال گذشته تحولات در جامعه ایران خیلی پرشتابتر بوده و شواهد نشون میده، مطالعات نشون میده که گرایش به اجرای حکم اعدام و اساساً قصاص و سایر اشکال اعدام در واقع کاملا منفی شده و جامعه نوعی تمایل به اصطلاح کاهش اجرای حکم اعدام یا لغو اون رو داره. بنابراین در مجموع به نظر میرسه که در فرایند تحول جامعه ایران گرایش به اجرای حکم اعدام کمتر و کمتر شده. آقای خلجی، قصاص اون زاویه‌ای از حکم اعدام هست که خیلی دست قوه قضاییه رو در این پرونده‌های این چنینی که بخشی از اون اعتراض هست و سیاسی هست و بخش دیگر یک قتلی رخ داده، دست قوه قضاییه رو باز می‌کنه برای اینکه بتونه حکم اعدام رجوع بکنه، همونطور که در این برنامه هم به مواردی اشاره شد. شما آشنا هستید به مبانی فقه، آیا فقه شیعه این راه رو باز میکنه که قصاص و در واقع اون زاویه ای از قوانین کیفری رو بشه تغییر داد به نوعی که اعدام رو حذف بکنن؟ اساسا اگر شما بخواید فقه قانون نظام حقوقی مدرن و درستی رو تأسیس بکنید بعد فقه رو بذارید کنار، چون فقه اساسا قانون نیست، فقه حقوق نیست و فقه مجموعی از فتاواست. البته در جمهوری اسلامی که بعید هست که این کار رو بکنن. در جمهوری اسلامی اگر روزی اراده بر این قرار بگیره که حکم قصاص رو اصلاح بکنن، چون میدونید حکم قصاص از احکامی بود که از ابتدای انقلاب از زمانی که اون رو در قانون گنجوندن جنجال برانگیز شد و آقای خمینی شخصا علیه معترضان موضع گرفت و اونها رو اونها خیلی درشتی کرد و حتی اونها رو مخالف اسلام خوند. بنابراین اگر روزی شما تصور کنید که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که حکم قصاص رو اصلاح بکنه و یعنی از قانون بیرون بگذاره، باید تصور کنیم که اون روز این آمادگی رو داره که در حقیقت فقه زدایی بکنه از نظام حقوقی و نظام حقوقی رو بر اساس مبنای حق و عدالت در حقیقت بازسازی بکنه. این یه نکته. نکته دوم این که در فقه البته قصاص اولا ضرورت نداره لزوماً، چون که اولیای دم میتونن ببخشن و در نتیجه قصاص تنها راه حل نیست. اما در خود همین قانون جمهوری اسلامی ولی فقیه از اختیاراتی برخوردار هست که میتونه در هر شرایطی هر حکمی رو معلق کنه. یعنی اینها وقتی خودشون میگن که نماز و روزه و حج رو میتونه ولی فقیه معلق کنه، حکم اعدامی رو که به خاطر قتل نفس هست که دیگه هیچ مشکلی نباید داشته باشه. بنابراین ولی فقیه کاملا از اختیارات لازم هم قانونن و هم در عمل برخوردار هست برای اینکه اینجور احکام رو معلق بگذاره. حالا جالب هست که چون در مورد پرونده نوید افکاری پرونده های دیگه ای مطرح بود، اساسا بعضی ها ممکن بود که فکر بکنن که این به لحاظ شرعی هم ایراد داره که شما پرونده ای رو که در واقع موارد دیگری مطرح هست حکم رو بلافاصله اجرا بکنید بدون اینکه اونها رو بررسی بکنید. آیا اینطور آقای خلجی؟ قطعا از نظر شرعی و از نظر قانونی هر دو این پرونده مشکلات زیادی داشته. من صحبت‌های چند تا از وکلا رو که با در جریان پرونده بودن و دنبال می‌کردن گوش کردم و این وکلا هیچ کدوم قانع نشدن که چرا به این سرعت و به این شرایط در این چنین شرایط رازآلودی این شخص کشته میشه و بدون اینکه بسیاری از ابهامات در پروندهش حل شده باشه. و فراموش هم نکنید که ماه محرم بوده، اساسا در ماه محرم اعدام نمی کنن و همون احتمال کشته شدن زیر شکنجه رو تقویت میکنه. یعنی اینکه
مثل داستان زهرا کاظمی یا داستان‌های دیگه که پیش آمد، مثل اون آقای ستار بهشتی، اینجوری در حیات کشته شده. اعدام به اون مفهوم که حکم اعدام صادر شده باشه و قصدی برای اعدام باشه، به نظر میاد شواهد خیلی تاییدش نمی‌کنه. آقای مدنی، آقای احمدی راقب خیلی اصرار داشتند که باید از طریق در واقع جامعه مدنی هر تغییری رخ بده در ایران. با توجه به اون چه که الان در جامعه ایران میبینید، آیا این آمادگی وجود داره از طرف افکار عمومی که جامعه مدنی در واقع این کار رو پیش ببره به روش‌های بیشتر مسالمت‌آمیز، همونطور که آقای احمدی راقب بهش اشاره میکردن، یا نه این خشونت از طرف حکومت باعث افزایش خشونت از طرف جامعه هم میشه؟ قبل از اینکه به سوالتون جواب بدم، اشاره کنم که آقای عماد‌الدین باقری که یه دیناندیش و پژوهشگر دینی هستند، کتابی دارند که به تفصیل راجع به حق حیات و لزوم لغو به اصطلاح قصاص در اونجا به تفصیل استدلالهای دینی رو آوردند. بنابراین در میان صاحب نظران دینی دیدگاهی کاملا متفاوتی در این زمینه وجود داره و لزوماً نظریه غالب نظریه نیست که در قانون مجازات اسلامی مورد استفاده قرار گرفته. اما ببینید کار جامعه مدنی چیه؟ کار جامعه مدنی کنش برای تغییر و بازدارندگی. من دیدم در بعضی از بخشی از فضای مجازی حتی برخی از فعالان مدنی اظهار ناامیدی کرده بودن از کنش هایی که صورت گرفته و به نتیجه نرسیده. ولی واقعیت اینه که جامعه مدنی در طول این سالهای گذشته به تدریج قوی و قوی تر شده. برای مثال مقایسه کنید، چه کسی میتونه واکنش امروز به اعدام نوید افکاری رو مقایسه کنه با واکنش به اعدامهای سال 67؟ یعنی با حجم و ابعاد واکنش بسیار گسترده تر و وسیع تر بوده و اگرچه مرحوم آیت الله منتظری به نقش و موقعیت و جایگاه خاصی پیدا کرد به دلیل اعتراض، ولی دامن در واقع ما اون اعتراض رو در یک حوزه قابل توجهی نمی‌بینیم، در حالی که امروز می‌بینیم جامعه مدنی قوی‌تر، گسترده‌تر، متراکم‌تر و جسورتر شده. یعنی به صورت خیلی بدون نگرانی از ترس یا عواقب اون نسبت به اعدام یک نفر قربانی در واقع اعتراض میکنه. جامعه مدنی ایران یک راه بی برگشت رو آغاز کرده. قرار نیست که همه واکنش های اعتراضی، کنش های اعتراضی جامعه مدنی بلافاصله به نتیجه برسه. اگرچه خیابون حق مردمه، اما قرار نیست حتی کنش منحصر به خیابان باشه. اشغال فضای مجازی به طور معمول مقدمه برای حضور حقیقی. این سازوکار مدت هاست در ایران فعال شده. یعنی شما در اعتراضات قبلی میبینید اینقدر که جامعه ایران رو میشه در ردیف جوامع جنبشی قرار داد. نکته دیگه این که یه اصل همافزایی وجود داره در مورد فضای حقیقی و مجازی که نکته مهمیه. اینا در کنار هم در واقع قرار دارند و نه رقیب هم. برای همین موقعی که در واقع در فضای مجازی کنشی صورت میگیره، تأثیراتش رو بر فضای حقیقی هم متقابل میذاره. توی رژیم‌های اقتدارگرا در واقع از همین فضای مجازی هم واهمه دارن. چرا دارن؟ به خاطر اینکه میدونن که در واقع میتونه این تحرک و تلاش در فضای مجازی نمودهای عینی و واقعی هم پیدا کنه. بنابراین در مجموع میشه اینطوری جمع‌بندی کرد که جامعه مدنی در همین فرایندی که سالها پیش شروع کرده و داره میاد جلو، به طور قطع و یقین نقشش و جایگاهش در تحولات آینده ایران بسیار قوی تر از قبل خواهد شد. اگه خیلی کوتاه بگید آقای مدنی، شما اشاره کردید به اینکه یک تحقیق در دانشگاه صورت گرفته، اما آیا میبینید که تغییری عمده در نگاه کل جامعه نسبت به حکم اعدام و احکام قصاص ایجاد شده باشه ظرف این سالها؟ این متاسفانه تعداد پژوهش‌ها در مورد اعدام خیلی کمه، یعنی کمتر از انگشتان یک دسته و مخصوصا سالهای اخیر هم کسی امکانش نداشته که راجع به اعدام نظر بده و به اصطلاح نظرسنجی بشه. بنابراین نمیشه مبتنی بر فاکت مشخصی این رو گفت. اما
شواهد و به اصطلاح واکنش‌هایی که در همین فضای مجازی یا حقیقی و دامنه و گستره این به اصطلاح اعتراضاتی که صورت گرفته نسبت به حکم اعدام نوید افکاری به طور قطع میشه اینطور استنباط کرد که بخش قابل توجهی از جامعه ایران در واقع نگرش کاملا منفی داره به اجرای حکم اعدام. بله. آقای خلجی، ظرف هفته های گذشته اعتراضات گسترده ای بود برای اینکه در واقع جلوی اعدام نوید افکاری گرفته بشه، حتی از طرف دونالد ترامپ هم واکنش بود. ایران میدونیم که یکی از کشورهایی است که بیشترین اعدام رو داشته در سالهای گذشته، میزانی رو در واقع کم کرده با کم کردن از اعدام های مواد مخدر، اما همچنان جزو کشورهایی هست که بیشترین اعدام ها رو انجام میده. فکر میکنید که آیا فشار بین المللی روی جمهوری اسلامی در موقعیتی که امروز قرار داره، که به نظر میاد که با بسیار از کشورهای جامعه جهانی دچار یک لجبازی هست و به هر حال خیلی باهاش آبشون توی جوب نمیره، آیا فکر میکنید که تأثیری داره روی عملکرد جمهوری اسلامی؟ پیش از اینکه به این سوال جواب بدم، یه نکته رو بگم راجع به صحبتایی که دوستان کردن. به نظر میاد که این دوستان خیلی خوشبینن در مورد جامعه ایران، که جامعه ایران خیلی به مرحله بلوغی رسیده که اغلب جامعه یا اکثر جامعه یا طیف غالب جامعه اعدام رو رد میکنن. من هیچ نشانه های روشنی بر این ماجرا نمیبینم و به عکس بر اثر نظام تعلیم و تربیت و فرهنگ و رسانه جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته، دامنه تنفرهای قومی، مذهبی، دینی، جنسیتی و فکری و عقیدتی در جامعه ایران به مرز خطرناکی رسیده. اگر شما به رسانه‌های اجتماعی نگاه بکنید، همین الان بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی که به اصطلاح برای دموکراسی و آزادی مبارزه می‌کنند، اینها رسما از ضرورت اعدام رهبران جمهوری اسلامی در فردای براندازی حرف میزنند. بنابراین ما خیلی این ملت ایران خیلی قربون صدقش نریم، ما واقعیت رو ببینیم. خیلی نگاه رومانتیک و سانتیمانتال نباید داشته باشیم، مخصوصا اگر فعال مدنی هستیم، مخصوصا اگر تحلیلگر سیاسی هستیم. حتما یه دقیقه آخر بس میخوام آقای مدنی بدم که پاسخ اینو بدم، ولی شما پاسخ سوال من رو هم بدید آقای خلجی. بله، جمهوری اسلامی براش مهم به نظر کشورهای خارجی؟ بله، زمانی که به ارتباط با کشورهای خارجی نیاز داره براش مهم میشه. الان چون ارتباطش با غرب خیلی ارتباط جدی نیست، خیلی ارتباط فعالی نیست، بنابراین فشارها تأثیرش کم میشه. اما اگر مثلا مذاکرات شروع بشه با آمریکا یا با اروپا، در طی مذاکرات اینها خیلی مراقب هستن که در حقیقت در زمینه حقوق بشر دست به کارهای خیلی افراطی نزنند. بسیار خوب. آقای مدنی بفرمایید پاسخ بدید. بله، به طور مشخص اولا که اگر جمهوری اسلامی موفق بود در جا انداختن ایدئولوژی خودش، آموزش ایدئولوژی خودش به نسلای امروز که طبیعتاً موقعیت تثبیت شده تری داشت، در واقع اتفاقا این زاویه‌ای که جامعه مدنی و به طور کل حوزه عمومی از نظام سیاسی گرفته، یکی از وجوهش همین دور شدن از ایدئولوژی رسمیه. همین امروز یا دیروز توی برنامه شما هم اشاره شد به مثلا ارزیابی که از نظر جامعه راجع به حجاب گرفته شده، خشونت هم همینطوره. درسته، من قبول دارم در متن کتاب‌های درسی، در متن فضای رسانه‌های رسمی، همه نوعی ترویج خشونت صورت می‌گیره، ولی جامعه ایران در مجموع با یک عقلانیت و درایتی داره این مسیر رو پشت سر می‌گذاره و تا الان در برابر این تبلیغ خشونت از خودش مقاومتشون داده و خشونت. 30 ثانیه هم بدیم آقای خلجی بحث رو ببندیم. آقای خلجی بفرمایید. ببینید، من منظورم نیست که ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو مردم قبول کردن. من میگم تلاش‌های سیستماتیک جمهوری اسلامی برای ایجاد تنفر پراکنی و خشونت و پرخاش بین جامعه ایران تا الان بسیار موفق بوده و تنفر اساساً سلاح مخفی توتالیتاریسم هاست
و به همین دلیل هم تا حالا مونده جمهوری اسلامی. ممنونم از هر دوی شما آقایون، آقای خلجی و آقای مدنی و همکارم فرنوش همشایی. همیشه همینطور است که در آخرین لحظات بحث داغ میشه و ما نمیرسیم که بحث رو ادامه بدیم. عذرخواهی میکنم. برنامه بعدی ما روز فردا جمعه خواهد بود، ویژه برنامه انتخابات آمریکا. با ما همراه باشید. شب روزتون خوش.